میخوام که جز بهترین و فنی‌ترین کاراتکاهای دنیا باشم و مدال‌های جهانی و آسیایی در رده بزرگسالان رو کسب کنم و ارتقای رنکینگ داشته باشم. نگین آلتونی هستم، 22 سال سن دارم. مهمترین عناوینی که تو کارنامه ورزشیم دارم مدال برنز المپیک آرژانتین هستش و مدال برنز لیگ جهانی کرواسی و طلای قهرمانی آسیا هستش. نگین، آماده شروع کنی؟ بله. اول خاطره که از بچگی یادت میاد، اولین که به ذهنت میرسه رو برامون تعریف کن. خاطره بچگی غم انگیز بگم یا شاد؟ شاد بگو. ولی من غم انگیز تو ذهنم شاد یادم نمیاد. خب غم انگیز تو بگو. من کلا تو بچگی خیلی عروسک داشتم و اینکه همه عروسکامو دوست داشتم واقعا، ولی یه دونش خیلی واسم خاص بود و اسمش هم گذاشته بودم زهرا و هیچ وقت دیگه اون نتونستم پیدا کنم. قضیه بر این قرار بود که من میرم بیرون تو کوچه بازی میکنم، عروسکم بیرون جا میذارم، بعدش هم که میرم خونه آب بخورم برمیگردم میبینم عروسکم نیست و واقعا خیلی غم انگیزه، چون من خیلی با اون خو گرفته بودم و حس خوبی بهش داشتم و کلا تو دوران بچگی چون اولین بچه‌ام هستم با اون خیلی صحبت میکردم، به خاطر همین هیچ وقت نتونستم اونو پیدا کنم و این تو هنوز تو ذهنم مونده. همه بچه‌ها تو دوران کودکیشون یه لقبی دارن. حتی خود من. تو اون دوران لقب چی بود؟ به چی میگفتن؟ من ساکت، مظلوم. لقب خاصی نداشتم. شیطونه خاصی هم نداشتی؟ نه، نداشتم. بچه خیلی ساکتی بودم. مثل الانه. الان که خیلی ساکتی. تفریح مورد علاقه دوران کودکیت؟ تفریح مورد علاقه هم این که شهر بازی اینا رو خیلی دوست داشتم. دوست داشتم همش با اکیپ بچه هایی که دوست بودم فقط شهر بازی برم. کدوم بازی شهر بازی؟ همین اجدا اسمش چی بود؟ من چرخ و فلک رو خیلی دوست داشتم، چون یه حسی که به هم دست میداد همیشه اون حس بالا رفتنه، بالا بودنه و بالا موندنه رو واقعا دوست داشتم. دوانه کودکی چه شغلی رو دوست داشتی که تو بزرگسالی انجامش بدی و همون کار رو پیش ببری؟ من همیشه میگفتم که مثلا کوچیک بودم، حالا همه میگفتن دکتر، مهندس یا هر چیز دیگه، ولی من واقعا دوست داشتم دندون پزشک بشم، ولی خب متاسفانه به خاطر شرطی که تو اردوان بودش بهش نرسیدم. دلیل خاصی داشت این حس علاقه به دندون پزشکی؟ دلیل خاصی که مواقعی که مثلا میرفتیم دندون پزشکی، حالا یا مادرم یا پدرم که میرفتن دست مثلا آقای دکتر نگاه میکردم من خوشم میومد، ولی خب نشد که بشه. نگین از کی وارد ورزش شد؟ 12 سالگی. با همین کاراته یا نه؟ نه، اولش ژیمناستیک شروع کردم، من 6 ماه ژیمناستیک کار کردم، بعدش وارد کاراته شدم. چرا کاراته رو انتخاب کردی؟ انتخاب خودت بود یا نه؟ آره، انتخاب خودم بودش، فقط به یه دلیل که جهت گذراندن اوقات فراغتم بود که مادرم دوست داشت تکواندو برم، ولی خب چون کاراته نزدیک خونمون بود فقط همون مربیم بود، جهت گذراندن اوقات فراغت تابستون بود که رفتم اونجا ثبت نام کردم و سر از قهرمانی در آوردم. چجوری سر از قهرمانی در آوردی؟ چه پروسه‌ای طی کردی؟ پروسش این که من خیلی زود به نتایجی که خواستم رسیدم. از یه جهت میگم که حمایت خانواده‌ام خیلی 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 واقعا تاثیرگذار بود و اینکه خب من فکر نمی‌کردم اینطور باشه. دیدم که رفته رفته استعدادشو دارم. اولین سالی هم که انتخابی تیم ملی شرکت کردم سال 94 بودش که من برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت شدم، نوجوانان بودم. و سال اول نفر دو بودم، فیکس نشدم،
ولی سال بعدش من فیکس شدم که اتفاقات خوبی رقم خورد. یه خاطر از اولین بار که به روی تاتامی رفتی برام تعریف کن. تلخ و شاد. البته خوب بگیم بهتر. اولین باری که من روی تاتامی رفتم مسابقات کشوری سبکی بود، تهرانم برگزار میشد، که من اونجا هیچ تجربه ای نداشتم واقعا و خیلی حس ترسی داشتم و وارد تاتامی که شدم واقعا مثلا حسش عجیب بود برام که من اونجا سوم شدم و خب از اینکه مثلا میدیدم تو تمریناتم خوبم ولی مسابقه رو نتونستم خوب اجرا کنم خیلی ناراحت شدم. ولی بلا فاصله بعدش دوباره به شهرم برگشتم، تمرینام پیگیری کردم و اینا. بهترینش میتونم بگم که تو اون سنم این بودش که یه مسابقه کشوری سبکی دیگه تو اصفهان برگزار شده بود که من هم بخش کمیته هم بخش کاتاشو اول شدم و واقعا حس خوبی بود. یکی از دغدغه‌های خانواده برای دختره نوجوان و جوان، من بهش میگم استعداد، مثل خودتن، اینه که درسشون همزمان با ورزششون پیشرفت کنه. اینو تونستی این تعادل رو برقرار کنی یا نه درس کلا تعطیل شده؟ نه من درسم هیچ وقت تعطیل نشده خدا رو شکر. و اینکه تو اون سن واقعا من از خانواده‌ام خیلی ممنونم که همه جوره حمایتم می‌کردن. من یادمه تو دوران نوجوانی که بودم هم کلاس زبان میرفتم هم باشگاه و همین که مدرسه و تحصیلم اوکی بودش همه جوره و من شاگرد اول بودم همیشه. گاهن تو سن نوجوانی و سن نوجوانی که بودم آدم ها نیاز دارن که خودشون تقویت بشن و به خودشون برسن و سن رشدشون هستش. ولی من دقیقا یادم به تو اون سن حدودا 4 ساعت از شبانه روز یا 3 ساعت شبانه روز میخوابیدم، درس میخوندم، باشگاه مو هندل میکنم و زبانم میخوندم. به خاطر همین تونستم همه رو پیش ببرم با هم. به مشکلی برخوردی که بخوای بین ورزش قهرمانیت و دست یکی رو انتخاب کنی؟ خدا رو شکر نه. مشکل نه، بر نخوردم. چون که من حتی تو زمانایی که تو اردو بودم درسم هم کنارش میخوندم. فقط یه مقدار از تفریحاتم کم شده بود. از وقت گذراندن با دوستانم خیلی کم شده بود. گاهن میگفتن که تو این سن به خودت فشار میاری برای چی؟ ولی خب من اینو دوست داشتم، هدفمو دوست داشتم و از اون جایی که یه آدم بی‌نهایت طلب بودم واقعا دوست داشتم تو هر زمینه‌ای که هستم آس باشم و تک باشم کلا. به خاطر همین همه رو به خوبی و با برنامه‌ریزی پیش می‌بردم. درآمد توی ورزش الان به چه صورتیه؟ چقدر درآمد داری؟ خیلی. درآمدی که تو ورزش واقعا ما الان درآمد خاصی نداریم. فقط نیازمند این هستش کنار ورزش حرفه‌ای که داریم واقعا یه درآمدی داشته باشیم، چون میشه گفت شغل اصلی ما این هستش. خب در کنارش درسته که من به تحصیلم ادامه میدم، شاید مثلا سر کار برم یا هر چیز دیگه، ولی واقعا هزینه‌های ورزشی که داریم خیلی زیاد هستش. نگین از آینده کاراته چی میخواد برای خودش؟ آینده کاراته اول این قسمت رو بگم که من اولین اعزام و برون مرزی من مسابقات جهانی بودش که اونجا خب تنها کسی بودم که 3 دور اومدم بالا ولی متاسفانه حذف شدم، به مکزیک باختم و از دور رقابت ها کنار رفتم. من اون موقع جوانان بودم و حسرت مدال جهانی رو دلم بود همونجا، با اینکه اولین برون مرزیم بود خیلی میگفتم آره بریم که تجربه کسب کنی یا هر چیز دیگه، ولی من خودم انتظار مدال داشتم. از کاراته واقعا میخوام که به اون اهدافی که میخوام باید برسم، چون واقعا براش تلاش میکنم. مدال جهانی، آسیایی بزرگسالان و ایشالله اگه المپیک به کارت اضافه شه حتما سعیم میکنم که سهمیه رو بگیرم و مدال آور المپیکم باشم بزرگ سالم. تو معروفی به کامبک، داستان این کامبک چیه؟ بله، مسابقاتی که هستش خب مسابقات
کمیته ما 3 دقیقه هستش و اکثر مواقع من امتیاز عقب میافتادم تو مسابقاتم، ولی لحظه های پایانی از اونجایی که همه رو هرس میدادم مربی و دوستامو هرس میدادم، ولی لحظه های آخر جبران میکردم و بازی رو برمیگردم و کلا برنده میشدم. سر مسابقات آسیایی که یه خاطره هستش، من 4 دور بازی زدم، هر 4 دورش رو من عقب افتادم. حتی یکی از بازیان 15 ثانیه آخر بود که خیلی بد بود واقعا. من 2-0 عقب بودم و یه طورایی همه ناامید شده بودن، ولی خب به یک باره یه لحظه تو زنم تکنیکی رو که اجرا کردم، اوراماواشی زدم و 4 تا پرچم داشتم و تونستم بازیمو برگردونم، فینالم رفتم و حتی تنها بازی که اینم اضافه کنم، تنها بازی که من عقب نیافتادم فینالم بود، خدا رو شکر که میتونم اینطوری جبران کنم و بازی برگردونم. پای سرتمو مدال المپیک تا داره میبینین. بله. بعد از اون مدال چه اتفاقی برای نگین افتاد؟ آیا نگین قبل از مدال با نگین بعد از مدال چه از دید خودش و چه از دید فدراسیون تغییری داشت؟ از نظر شخصیتی خب یه سری ها هستن که میگن آدمایی که مدال میگیرن، ورزشکارایی که مدال میگیرن تو بعد غرورشون میرن. در صورتی که من همچین نبودم، یعنی من همون ارتباطاتی که داشتم با دوستایی که در ارتباط بودم، حتی بعد از المپیکم به همون صورت بودم. فدراسیون چطور؟ خب از دید فدراسیون بخوام بگم، خب فدراسیون طی مسابقاتی که بودش، مسابقات قهرمانی آسیا، به ما اعتماد کرد و ما نفرات فیکس بودیم و خدا رو شکر تونستم اونجا خوب جوابگو باشم و طلا گرفتم اونجا. بعد از المپیک حقیقتا یه برهه زمانی که بودش، یه سری نفرات، مثلا ما بخوایم مثال بزنیم، من از دوستان نروژی و پورتوریکویی که داشتم، واقعا طی المپیک و بعد از المپیک میدیدم که اونقدر به اونا رسیدگی میشه و حتی الانم باهاشون در ارتباطم، اونقدر امکانات در اختیارشون قرار گرفته که هیچ فکر و دغدغه‌ای جز تمرین ندارن و الان جز نفرات برتر رنکینگ جهانی هستن. ولی خب ما حس میکنم 3 نفری که تو المپیک بودیم، خانم حیدری، خانم خانکدار و من بودم، یه مقدار کنار گذاشته شدیم و شاید اگه اون اهمیت رو به ما میدادن، همون تایمایی که بودش که حتی ما دارای رنکینگ بودیم، من بلافاصله بعد المپیک رنکینگ 68 وزن منهای 68 رو داشتم، اگه ما توجه بیشتری میشد، اعزامای مختلف رو میرفتیم، قطعا میشد نتیجه بهتر از این رو گرفت و الان یه جایگاه دیگر رو داشتیم، یعنی جایگاه بالاتر از این. نگین آلتونی از کودکی تا الان اهل پسنداز کردن بوده یا نه؟ خیلی واقعا. یه نمونه شو دونه کودکی بهمون بگو. من همیشه پول تو جیبی که واسه مدرسه‌ام میگرفتم، سعی میکردم تو خونه خوراکی بردارم، پول تو جیبمو خرج نکنم و همه رو پسنداز میکردم. الانم همینطوری هم واقعا، یعنی همش به فکر پسنداز و فکر آینده‌ام هستم و این کارو انجام میدم. جای سرمایه‌گذاری هم کردی؟ باید بگم؟ آره یا نه؟ چرا باید بگم؟ میشه نگم؟ نه، انجام دادی یا نه دهت دهم؟ سرمایه گذاری بله. خب معمولا چیزایی که میخوام نیازامو برطرف میکنم، چیزایی که میخوام میخرم، مثلا
گوشی که دوست دارم و یا اینکه مثلا در کنارش اگه مثلا خب طلا استفاده نمی کنم ولی خب معمولا می خرم پس انداز می کنم یا دلار می خرم که یا اگه حالا ایشالله خدا رزق و روزی بده پس انداز کنم. خیلی تو تصورم هستش که خودم خونه بخرم با پول خودم. به جز ورزش دنبال کسب و کار دیگه ای هستی؟ به کسب و کار دیگه هم فکر میکنی؟ بله 100%. چه کسب و کاری؟ خب من الان رشتم تو دانشگاه مهندسی نفت هستش و از اونجایی که الان کارآموزیامو گذروندم واقعا تو تصورم هستش که ایشالله جز اهدافم هستش که بتونم وزارت و یه شرکت نفت استخدام بشم. نگین اگه یه قدرت ماورایی داشت چه قدرتی رو باباش چیکار میکرد؟ من همیشه دوست داشتم از این جادو جنبلا هر جا که میخوام باشم و همه چی رو داشته باشم. واقعا همیشه تو تصورم بودش و اگه قدرت ماورایی داشتم قطعا شاید یه آدم نامرئی میشدم که همه جا میرفتم. بیشتر اینجایی که دوست داری بری با اون قدرت؟ با اون قدرت کشورهای مختلف رو میگشتم. من جای خاصی نیستش؟ نه جای خاصی نیست. نامرئی فکر میکنم بد منظورم رو رسوندم. اینکه همون جادویی که هستش جادو کنم همین لحظه فلان جا باشم و این اتفاق بیفته. تا یه عرض داشته باشی؟ بله. نگین دختر شیکمویه؟ خیلی. کاملا خیلی مشخص. چه غذایی؟ من اکثرا کباب دوست دارم. یعنی غذای گوشتی یا خود کباب؟ بله. آشپزی خودت؟ عالی. خب نباید من تعریف کنم، بقیه باید تعریف کنن که خدا رو شکر راضی هستن. اولین باری که آشپزی کردی؟ من تو ایام کرونا بود که آشپزی رو یاد گرفتم. چی پختی و چه اتفاقی افتاد؟ چلو گوش پختم و واقعا بی‌نظیر شده بود. از اون جایی که میتونم بگم که پدرم چلو گوشتای منو بیشتر از مامان دوست داره، چلو گوشتای مامان دوست داره. دختر ایده پردازی هستی؟ خیلی. یکی از عجیب ترین ایده پردازیات؟ خب یکی از ایده پردازیام این بوده که خودم یه دختر مستقلی باشم که رو پای خودم همه جوره وایسم و بتونم خودم بعد از اینکه خانواده منو حمایت کردن اینا خودم اونا رو عملی کنم و این کار رو دارم انجام میدم و به هدفم تبدیل کردم و برنامه‌ریزی میکنم و دارم این کار رو انجام میدم که همینجوری روی پای خودم وایسم. نوشیدنی مورد علاقت؟ نوشیدنی مورد علاقه چی بهتر از آب؟ خب نوشیدنی مورد علاقه من موهیتو هستش. موهیتو. چه ماده غذایی یا هر چیز دیگه توی یخچالت نباشه عصبی میشی و دوست داری همیشه توی یخچال موجود باشه؟ شکلات، شیرینی و کاکائویی صبحونه رو من خیلی دوست دارم. نگین گشنه چه شکلیه؟ خیلی بد. خیلی بد اصلا نگم. بی حوصله، بی رمه و گاهن خواب آلود. نگین جان ممنون که پای این گفتگو با ما نشستی و از همین لحظه که دوربین هامو خاموش میشه برات آرزو دارم بهترین ها رقم بخوره و به تمام آرزوهات در آینده برسی. های خسته شدم. اینو کات کنین کامل. کجا رو بگم؟ فکر کنم یه جاشو فیل داشت دیگه، همونجا رو تموم کنی. اوکیه؟